روز 23 خرداد امسال به دو نفتکش امریکا در نزدیکی تنگه هرمز حمله شد و امریکا آن را به گردن ایران انداخت. این نقطه آغاز کشمکش هایی شد که امروز به رودررویی ایران و بریتانیا هم کشیده شده و هر کدام نفتکشی از دیگری را توقیف کردند و هر کدام دیگری را به دزدی دریایی و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی متهم می کند. این قوانین بین المللی کدامند و حق به جانب کیست؟ پروفسور سعید محمودی مهمان من در این برنامه، استاد حقوق بین الملل، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم و متخصص در حقوق و قوانین دریایی است با ده ها مقاله تخصصی در این موضوع ها. از نظر حقوقی چه کشوری قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته؟ آیا رودررویی کنونی بر سر کشتی های توقیف شده در چارچوب قوانین موجود قابل برطرف شدن است؟ آقای سعید محمودی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. ممنون. آقای محمودی، آقای خامنه ای میگه که بریتانیا راهزنی دریایی کرده. بریتانیا یا همین رو در مورد ایران میگن. هر دو طرف هم همدیگر رو متهم میکنن که قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشتن. واقعیت چیه؟ کی چه قوانین رو زیر پا گذاشت؟ به نظر من هر دو، به نظر میرسه با توجه به اطلاعاتی که عمومی است و موجوده، هر دو طرف قوانین رو زیر پا گذاشتن و هیچ کدوم هم مرتکب دزدی دریایی نشدند. خب حالا اصولا مرزهای آبهای آزاد و آبهای بین المللی کجاست؟ چطوری مشخصه؟ به طور خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، هر کشوری که به دریا راه داره از نظر حقوق بین الملل حاکمیتش ادامه پیدا میکنه در دریا، در منطقه نزدیک ساحل که به اسم دریای سرزمینی معروفه. در دریای سرزمینی که حد اکثر میتونه حدود 21-22 کیلومتر از ساحل باشه، کشور ساحلی حاکمیتش اجرا میشه، قوانینش رو میتونه اجرا بکنه، ولی با یک استثناء مهم، و اون استثناء این است که تمام کشورهای دیگه اجازه دارن که کشتی هاشون در این منطقه عبور بی ضرر بکنن. و عبور بی ضرر هم تعریف شده، عبوری است که آرامش، نظم و امنیت کشور ساحلی رو خدشه‌دار نکنه. این مطلب در واقع در این دعوایی که الان پیش اومده، دعوا در سر همین است که در هر دو مورد که آیا این کشتی ها در دریای سرزمینی بودن، آیا دلیلی داشته که کشور ساحلی بتونه حاکمیت رو اجرا بکنه، اینها رو دستگیر بکنه یا نه، چه ارگانی و چطور این برخلاف مرزهای دریایی رو تعیین میکنه؟ اینا اولا باید بگم که تمام حقوق بین الملل الان در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد نوشته شده. تقریبا 167 کشور دنیا این رو بهش پیوستن و علاوه بر این اصلا حقوق بین الملل دریایی یک حقوق بسیار قدیمی و عرفیه و کشورها صرف نظر از اینکه عضو این کنوانسیون باشن یا نه همه پذیرفتن، بنابراین کسی تعیین نمیکنه، ولی در همه کشورها با هم توافق کردن در این کنوانسیون که مثلا عرض دریای سرزمینی حد اکثر 12 مایل دریایی میتونه باشه و سایر مسائل دیگه، حقوق کشور ساحلی اونجا چیه، حقوق کشورهای دیگه در اونجا چیه، همه مشخص شده در این کنوانسیون. البته از نظر در پاره موارد، مثلا اینکه کشتی ها در داخل دریای سرزمینی کجا میتونن حرکت بکنن، برای اینکه اینجور آزاد نیست که هر جا دلشون میخواست حرکت بکنن، درست مثل خیابون که از قبل خیابونا رو کشیدن، در دریا هم مسیر کشتی ها کاملا از قبل تعیین شده. البته تعیین این مسیرها با دولت ساحلیه، ولی باید با تایید سازمان بین المللی دریانوردی که مقرش در لندن هست صورت بگیره. و وقتی این تا تعیین شد، در واقع کشتی ها موظفن به خاطر مسائل امنیتی که از امنیت ترافیکی از این مسیرها حرکت بکنن. به همین دلیل برای ورود مثلا به خلیج فارس یا برای خروجش یه خط خاصی، یه راه خاصی مشخصه، کشتی ها از اونجا باید حرکت بکنن. همینطوره در جبر و طارق. آها. خب حالا برمیگردیم به همون موضوع، اینکه چطوری یک کشور
میتونه مثلا ادعا بکنه که به مرزش تجاوز شده یا اینکه به صورت بی خطر اونطوری که شما فهمیدین وارد مرز این کشور سرزمینیش نشده، توی دریاها چطور این روشن میشه؟ تمام کشتی ها دستگاه فنی مشخصی دارن که دقیقا مثل هواپیما ها میدونن در هر لحظه در کجا هستن. مشخصات جغرافیایی این خطوط دریایی دقیقا مشخص شده از قبل، بنابراین امکان اینکه اشتباه بکنن مثلا به جای اینکه از خط ورودی وارد از یک خط دیگه وارد بشن نیست. حتی قایقای کوچیک هم این دستگاه قطب نما و سایر وسایل رو دارن، بنابراین از نظر فنی هیچ امکان اشتباه نیستش که در کجا هست یه کشتی موقعی که دستگاه. حالا ما مثلا آبهای آزاد داریم، آبهای بین‌المللی داریم، فلات قاره داریم، اینا چیه؟ یعنی من چون تفاوتشون با بقیه چیه؟ ببینید دریا رو برای یه آدمی که با حقوق دریا کار نداره آب فقط، ولی برای کشورها، برای کشتی‌ها تشکیل شده از مناطق مختلف. اولین منطقه همطور که عرض کردم دریای سرزمینی حداکثر 22 کیلومتر، بعدش یه منطقه است به اسم منطقه مجاور بهش میگن، بعضی کشورها دارن ولی همه نمیخوان، اختیاریه، و بعدش منطقه انحصاری اقتصادیه، و هر چقدر دورتر بشین از ساحل میزان حاکمیت و اقتدار دولت ساحلی کمتر میشه تا میرسیم به جایی که دیگه دولت ساحلی در واقع هیچ اختیار اضافی نداره و همه کشورها به یه اندازه آزادی عمل دارن، آزادی کشتیرانی، آزادی پرواز روی دریا و غیره. اونجا اسمش میشه دریای آزاد و برای همه حقوق مساوی هستش. خب حالا چه ارگانی نظارت میکنه بر اینکه مثلا کی به دریای سرزمینی تجاوز کرده یا اینکه غیر قانونی وارد یا نشده؟ آیا خود اون کشورها هستن که روشن میکنن یا اینکه یک ارگان بین‌المللی وجود داره که نظارت داره بر این حرکات؟ نه، این کار مربوط است به خود دولت ساحلی و دولتی که کشتی رو ثبت کرده. هر دولتی که کشتی رو ثبت بکنه، نه مالک کشتی، بلکه هر کشتی یک ملیت داره و این ملیتش اونجایی است که ثبت شده. اینا دائما و در هر لحظه و حتی مالک کشتی و کشور ساحلی دقیقاً میدونن کشتی در کدوم نقطه جغرافیایی قرار داره. دنبال کردنش خیلی ساده است. بنابراین سازمان بین‌المللی مخصوصی مسئول این کار ما نداریم. پس اون تشکیلات به اصطلاح فکر می‌کنم اسمش هست ماریتایم فورس یا همچین چیزی که داوطلبانه کشورها عضوش هست، مثل که 30 تا عضو داره. اونها کارشون چیه؟ یعنی اونا تو این زمینه ها دخالتی دارن؟ نه، در مورد امور دریایی ما سازمان های بین المللی متعددی داریم که هر کدوم وظایف متفاوتی دارن. مثلا فرض کنید برای بیمه دریایی، برای ترانسپورت دریایی، برای حمل و نقل دریایی، یا برای همین که مقررات کشورهای مختلف رو با هم هماهنگ بکنن در زمینه‌های مختلف. مثلا کشتی که وارد بندر میشه فرض کنید آب اضافه یا نمیدونم نفت یا هر چیزی که داره یا زبالش رو چجور باید تحویل بده، اینا همش از سوی همین سازمان بین‌المللی دریانوردی که در لندن هست در واقع مقرراتش تعیین میشه و همه کشورهایی هم که عضوش هستن و خیلی کشورها، تقریبا همه کشورها عضوش هستن، رعایت میکنن معمولا این مسئله. خب حالا اینها رو صحبت کردیم برای اینکه روشن بشه که به اصل قضیه بپردازیم که اصولا کی قانون رو در مورد خاص این نفتکش ها نقض کرده. بریتانیا که نفتکش گریس یک رو در تنگه جبل طارق توقیف کرده، دلیلش این بوده که این کشتی نفت به سوریه می برده، سوریه از نظر اتحادیه اروپا تحت تحریمه و این کشتی هم چون از جبل طارق که بخشی از اروپاست داشته این نفت رو به سوریه می برده، در نتیجه نیروهای دریایی بریتانیا مجاز بودن و حق داشتن که این کشتی رو توقیف بکنند. چقدر این با قوانین موجود دریایی سازگار این حرف بریتانیا هست؟ چقدر حق به جانبه؟ به نظر من تردید جدی هست راجع به این ادعا به چند جهت. اول از خود این مقررات اتحادیه اروپا من شروع میکنم، چون دلیل حقوقی اصلیشون این است که این کشتی نقض کرده این مقررات رو در آبهایی که آبهای سرزمینی که متعلق به دولت بریتانیاست و تحت حاکمیت دولت بریتانیاست. به نظر من خوندن این
مقررات اتحادیه اروپا خیلی ساده است. در گوگل بگردید regulation 36 خط مورب 2012، 20 صفحه هم بیشتر نیست. ماده 6 و ماده 35 رو اگه نگاه بکنید میبینید که به کلی بی‌پایه است این ادعا، به خاطر اینکه در این مقررات تأکید شده که این مقررات تنها به روی کشتی‌ها، تأسیسات و سازمان‌هایی که متعلق به اتحادیه اروپا هستن یا تحت حاکمیت اتحادیه اروپا هستن اعمال میشه. هیچ مطلبی راجع به اینکه یک کشتی که مربوط به یک کشور ثالثی است و عرض شود که نفتش مال یک کشور ثالثی است در حال عبور بی ضرره در حد اکثر، به نظر من حتی اینم این ادعا میتونم بهش رسید بعداً اشاره بکنم که کجا بود این کشتی وقتی گرفتنش، اونم مسئله اصلیه و هیچ وقت به طور روشن گفته نشده. صرف نظر از اون مسئله، خود این مقررات اتحادیه اروپا روشن میکنه که در مورد این محموله و این کشتی نمیتونسته جاری باشه. و بعد مسئله دیگه هم اینه که درست روز قبل از اینکه این کشتی توقیف بشه در جبل الطارق حکومت محلی جبل الطارق یه مقررات تازه‌ای تصویب میکنه که همون روزم لازم الاجرا میشه، در روز تصویب لازم الاجرا میشه و اون میگه که باز دقیقاً یه اختیارات خاصی به اصطلاح مسئول اداری اونجا میده که هر کشتی نفتکشی که از آب‌های ما رد شد و مقصدش سوریه بود یا مقررات مربوط به تحریم ها رو میخواست نقض بکنه شما بگیرینش. یعنی مقررات از قبل مثل اینکه کاملا آماده بودن و علتش هم این بوده که این کشتی دو ماه طول کشیده تو راه بوده تا رسیده به اونجا و بعدم وزیر خارجه اسپانیا هم همون روز مصاحبه کرد و گفت که دولت امریکا 48 ساعت قبل از ورود این کشتی به این منطقه اطلاع داده بوده به اسپانیا که همچین کشتی داره میاد و همچین برنامه‌ای در پیشه، بنابراین خواسته بود اسپانیا که مداخله نکنه. به همین دلیل ایرانی‌ها حق به جانب وقتی میگه که بریتانیا به نیابت از امریکا در واقع این کشتی رو توقیف کرده. به نظر من دلیل زیادی وجود داره که لااقل تردید کرد در ادعای انگلیس و پذیرفت که ادعای ایران صحیحه در این مورد. خب حالا اگر ایران بر اساس این ادعا که به نظر میرسه شواهد اصلا هم داره بخواد شکایت بکنه که کرده گویا، چه مرجعی هستش که این حکمیت بکنه سر این مسئله؟ من اولا نشنیدم که ایران تا حالا از نظر حقوقی کاری کرده باشه. نه، از نظر سازمان ملل بگویم. بله، سازمان ملل یه نامه نوشت و نامش هم در جواب نامه دولت بریتانیا بود. چون دولت بریتانیا به خاطر مسئله کشتی هرمز، تنگه هرمز نامه نوشت، ایران هم مجبور شد نامه رو بنویسه. ولی در واقع ایران به نظر من یه چیزی که من قبلا نرسیدم بگم این است که این کنوانسیون حقوق دریاها که خیلی مهمه، دولت بریتانیا عضوشه، دولت اسپانیا عضوشه، مراکش عضوشه، بنابراین تمام اون کشورهایی که در جبل الطارق هستن عضوشن. در مورد تنگه هرمز فقط عمان عضوشه، ایران عضوش نیست و این مهمه به خاطر اینکه اگر ایران عضو این کنوانسیون بود یه راه حل حقوقی فوری وجود داشت که به یک دادگاهی در هامبورگ هست، دادگاه بین المللی حقوق دریاها، مراجعه بکنه و تقاضای آزادی فوری این کشتی رو بکنه. ولی متاسفانه این راه بسته است برای ایران، نمیتونه. ولی به نظر من راهی که وجود داره حقوقی ولی طولانی است، 2-3 سال ممکنه طول بکشه، این است که به دادگاه اتحادیه اروپا مراجعه بکنه و ادعا بکنه که این مقررات اتحادیه اروپا رو به غلط دولت انگلیس اجرا کرده و اگر پیروز بشه که به نظر من شانس حقوقیش زیاده، البته میتونه تقاضای غرامت بکنه و این کشتی با این عظمت حداقل روزی 300-400 هزار دلار هزینه داره، یعنی این است که مبلغ سنگینی رو میتونه تقاضای غرامت بکنه. خب شما اشاره کردین که ایران عضو این نیست حتی در تنگه هرمز، آیا این دلیل خاصی داشته که ایران عضو نشده یا اینکه عضوش نگرده؟ نه خود ایران نخواسته عضو بشه ولی امریکا هم عضوش نیست. حدود 27-28 کشورن که هنوز عضو این کنوانسیون نیستن، ولی این عضو نبودن به تنهایی باعث این نمیشه که از مزایای این کنوانسیون استفاده نکنن جز مورد دادگاهش که باید حتما عضو باشید. و بعدم بیشتر مقررات این کنوانسیون حقوق عرفی است، یعنی چه عضو باشید چه نباشید ازش استفاده میکنید، همطور که امریکا داره استفاده میکنه. یه نکته ای که مهمه به نظر من و مربوط میشه به تنگه هرمز، احتمالاً سوالات بعدی شما این است که در تنگه های بین المللی
تنگه بین الملل یه آب باریکه است که دو تا دریا رو به هم وصل میکنه، مثل هرمز یا مثل جبل طارق. در تنگه های بین المللی آبهای سرزمینی اگه وجود داشته باشه که وجود داره در هر دو مورد، در آبهای سرزمینی تنگه های بین المللی دیگه اون حق عبور بی ضرری که همه کشور رو دارند نیست و جایگزین میشه با حق عبور ترانزیت. عبور ترانزیت معنیش عبور آزاده، یعنی کشور ساحلی دیگه اون امکاناتی رو که در مورد دریای سرزمینیش به طور معمول داره که بگیره کشتی رو قوانینش اجرا بکنه، در اونجا معمولا نداره. کشتی ها آزادانه میتونن بیان و برن. و علتش هم این بود که امریکا به شدت اصرار روی مسئله داشت وقتی این کنوانسیون تصویب شد در 1982 و این رو گرفت. ایران ادعا میکند که عبور ترانزیت در تنگه هرمز جاری نیست و اگرم جاری باشه فقط برای کشورهایی است که عضو کنوانسیونن، یعنی مثلا دولت بریتانیا. ولی نه دولت امریکا. امریکا اینو قبول نداره و مرتب اونجا ترانزیت هم میکنه بدون اینکه ایران مداخله ای بتونه بکنه یا جلوشو بتونه بگیره. لااقل ادعای خود امریکا اینجوره. حالا برگردیم به همون مسئله هرمز، در واقع به تنگه هرمز و توقیف کشتی بریتانیایی در اونجا. ایران میگه که این کشتی از مسیر خروج ورود کرده به تنگه هرمز، در نتیجه قوانین بین‌المللی رو نقض کرده و در نتیجه ما مجاز بودیم و حقمون بود که این کشتی رو توقیف کنیم. چقدر حق به جانب ایرانه؟ ممکنه این مسئله اینجور، برای اینکه امریکا یا دولت بریتانیا میگه اینجور نیست، یا صاحب کشتی که سوئدیه اونا میگن اینجور نیست. ولی فرض رو بر این بذاریم که حرف ایران درسته. مسئله مهم در تنگه هرمز این است که هم خط ورودی کشتی ها هم خط خروجیشون در قسمت عمان قرار داره، در دریای سرزمینی عمان. و علتش هم این است که دریای سرزمینی عمان خیلی عمیق تره، حدود 70 متر عمق داره، در حالتی که دریای سرزمینی ایران 20 متر بیشتر عمق نداره، برای کشتی های نفتکش سنگین مناسب نیست. بنابراین تقریبا تمام عبور و مرورها در دریای سرزمینی عمان صورت میگیره. به همین دلیل اگر واقعا این کشتی در موقع ورود به تنگه هرمز دوچاله، یعنی حادثه ایجاد کرده، چون ایران ادعا میکنه که یک کشتی صیادی ایران رو هم اول باش تصادف کرده، جراحاتی ایجاد کرده، اگر کشتی ایرانی رو در اونجا صدمه زده باشه، اگر فرار میخواسته بکنه و بنابراین مسیرش رو عوض کرده، اینا همش در آبهای سرزمینی عمان صورت گرفته. به طور معمول ایران اجازه ورود به آبهای سرزمینی عمان رو نداره، نمیتونه نیروهای نظامیش اونجا بفرسته، کشتی خارجی رو اونجا دستگیر بکنه، توقیف بکنه و وادار بکنه که به آبهای سرزمینی ایران و در بندر عباس بیاد. بنابراین اینا همش سوال برانگیزه. ولی تنها شرط، تنها موردی که میتونه اینو توجیه بکنه اینه که دولت عمان به نحوی یا قبلا یا همون موقع اجازه داده باشه به ایران، گفته باشه که خیلی خوب شما وارد بشید. هیچ وقت این سند نشون نداده که لااقل عمومی نگفته این مسئله رو. ممکنه به صورت غیر شفاهی، خصوصی، پنهانی این کارو کرده باشه، چون نیروی دریاییش به اندازه نیروی دریایی ایران امکانات نداره الان. ممکنه این باشه. خب همونطور که میدونین در حال حاضر دو تلاش داره به موازات هم میشه، یکی آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن و یکی هم بریتانیا، که ائتلافی از کشورها در منطقه درست بکنن برای محافظت از کشتی‌ها و اونطور که خودشون میگن در مقابل تهدیدهای ایران. تا چه اندازه این ائتلاف‌ها بر فرض که تشکیل بشه با قوانین موجود بین‌المللی سازگاره؟ هیچ مشکلی از نظر حقوق بین‌الملل نیست. یعنی اینکه قرار بر این است یا تلاش بر این است که یه مقدار کشتی‌های جنگی در اونجا مستقر بشن و کشتی‌های تجارتی رو و به خصوص نفتکش‌ها رو اسکورت بکنن. اگر اینا در موقع در واقع دریانوردی ما رعایت همه مقررات دیگر رو بکنند، از خطوط اونجایی که تعیین شده وارد شن و خارج بشن، هیچ مانعی نداره. بنابراین از نظر حقوقیش مانعی به نظر من نمیبینم براش. پس ایران هم در واقع نمیتونه ادعایی داشته باشه یا اینکه شکایت بکنه مثلا به خاطر اینکه این ائتلاف اگر تشکیل بشه در واقع خیلی صریح و روشن در مقابل و علیه ایران هست،
میگه حالت تخاصمی گرفتن به خودشون در از بله از نظر سیاسی البته دقیقاً همینطوره. شرایط رو به مراتب بدتر میکنه، امکان درگیری رو بیشتر میکنه، همونطور که در زمان جنگ ایران و عراق هم این مسئله در اون موقع فقط امریکا بود که به کشتی های کویت و بقیه کشور عربی اسکورت میداد، ولی همون باعث درگیری با نیروهای ایران شد، برای اینکه ایران مجبور بود مینگذاری بکنه، در جنگ بود، به کشتی های آمریکایی صدمه رسید، آمریکایی هم بمباران کردن سکوهای نفتی ایران رو، صدمه جدی زدن. بنابراین از این امکان وقتی این تعداد کشتی های جنگی خارجی اونجا زیاد بشه، امکان درگیری زیاد میشه و در واقع ایران اعتراضش بیشتر جنبه سیاسی و سوق و جیشی داره، از این نظر صحبت میکنه، ولی از نظر حقوقی هیچ مانعی نداره به نظر. از نظر پرچم کشتی ها، چون اینم سوال همیشه که چرا کشتی یک کشور پرچم یک کشور دیگر رو داره و اصولا بیشتر هم پرچم پاناما داره، مثلا چرا اینجوریه؟ والا علت اصلی یا علت از اول علتش این بودش که خیلی از این کشورها، کشور کوچیک مثل پاناما، قبرس، عرشبت که چند تا کشور هستن، اینا خیلی معروف هم برای این مسئله، اینا اولا خیلی قوانینشون ساده است، برای اینکه کشتی ها وقتی ثبت شدن یعنی تحت حاکمیت اون کشوری که ثبت شدن قرار میگیرن، اون کشور است که قوانینش رو روی این کشتی ها اجرا میکنه. از نظر مثلا خدمه‌ای که رو کشتی کار میکنن، قوانین کار مربوط به این خدمه، قوانین بیمه، مسائل مختلف خیلی ارزونتر در میاد تا که این کشتی رو شما در یک کشوری مثل پاناما ثبت کنید تا در سوئد ثبتش بکنید که قوانینش خیلی سنگ به اصطلاح پرهزینه تره. علت اصلیش اینه، ولی به نظر من یه علت دیگه هم که در سالهای اخیر پیدا، یا دو تا علت دیگه که پیدا شده، اینه که این کشورها یه به قول انگلیسی‌ها روتینی پیدا کردن، قواعد کار رو بهتر میدونن، رابطه‌شون با سازمان بین‌المللی کشتیرانی بهتره، ولی در مورد ایران به طور اخص مشکل تحریم‌ها هست. وقتی کشتی پرچم پاناما رو داشته باشه، حتی اگه مالکش هم ایرانی باشه، به هر حال پاناماست که در واقع رو در روی کشورهای دیگه قرار میگیره. یه مقداری این مسئله است، ولی پاناما به خاطر همین تحریم‌ها تعداد زیادی از کشتی‌های ایرانی رو برگردونده، به اصطلاح از رجیستر خودش، از لیست‌های خودش خارج کرده، نمیخواد دیگه پرچمش رو بده، و در از جمله همین کشتی که در تنگه جبل طارق توقیف شد، در همون روز اعلام کرد پاناما که ما این رو قبلا، و به نظر من این حرف هم خیلی خنده داره، برای اینکه درست همون روز یادش میاد بگه که ما اینا قبلا پرچمش رو پس گرفته بودیم، و سوال پیش میاد که پس این کشتی برای چه جوری اصلا در نمیتونه بدون پرچم در اقیانوس حرکت بکنه. خب حالا خیلی ها معتقدن که مجموعه این اتفاقاتی که داره میفته، مسئله توقیف کشتی ها و این در واقع بهانه است، مسائل این که نقض حقوق بین المللی اینا، و اصل قضیه سیاسیه و به نوعی ادامه خروج امریکا از برجام و ادامه همون موضع امریکا است در مقابل ایران. من کاملا با این موافقم. به نظر من اصلا بحث کردن راجع به جنبه‌های حقوقی این مسئله یه مقدار در واقع صحبت آکادمیکه. واقعیتش مشکل سیاسی این مسئله است. مشکل سیاسی ایرانه که بیشتر به خاطر همین خروج امریکا از برجام صورت گرفت، که به نظر من 100% مایه مشکلات عدیده دیگه ای شده، از جمله تحریم‌های ثانویه که اونا کاملا خلاف حقوق بین المللی به نظر من. و جالب این است که با وجودی که دولت‌های اروپایی تماما مخالف این تحریم‌های ثانویه هستن، هنوز هیچ کدومشون از اون ابزارهای حقوقی که برای مقابله با امریکا وجود داره و میشه استفاده کرد، استفاده نکردن به دلایل سیاسی. خب حالا از اون طرف ایران هم متهمه که در امور کشورهای منطقه دخالت میکنه و به هر حال زمینه رو میده دست امریکا و کشورهای دیگه که علیهش اقدام بکنن. از نظر حقوقی ایران کارش معمولا دقیق و حساب شده است، به خاطر اینکه اون کادری که به ایران در داخل ایران بهش در واقع مشاوره حقوقی میدن، ظاهرا از مسائل حقوقی کاملا آگاهن و سعی میکنه خودشو در چارچوب حقوقی نگه داره. بنابراین همین دخالت در مسائل منطقه‌ای یا مثلا موشک‌های بالستیک، اینا هیچ کدومش خلاف حقوق بین‌المللی نیست، در مورد هیچ کدومش مخالفتی نمیتونه کسی بکنه از نظر حقوقی، ولی مسئله اینه که آیا
مسئله از نظر سیاسیه که آیا مناسبه که یک کشوری مثل ایران با مشخصات ایران مثلا نفوذ پیدا بکنه در این منطقه یا موشک بالستیکی داشته باشه، چون دائم تهدید میکنه اسرائیل رو یا دائم این به اصطلاح یکی از اصول سیاست خارجیش بوده، دشمنی با آمریکا، دشمنی با اسرائیل، و یه همچین کشوری اصلا مجاز است، میشه بهش اجازه داد که بعضی کارا رو بکنه یا نه؟ بنابراین مسئله حقوقی نیست، مسئله سیاسیه. آقای محمودی، شما قبل از اینکه تمام وقتتون یک فرد دانشگاهی بشید یک دیپلمات بودید. درست. و در وزارت خارجه و مدتی هم در سوئد اقامت داشتین، کاردار سفارت بودین، و چی شد که این حرفه سیاسی رو در واقع ترک کردین و رفتین به دانشگاه؟ والا من قبل از انقلاب دیپلمات بودم. وقتی انقلاب شد، باز 6 ماه در سوئد بعد از پایان ماموریتم ادامه پیدا کردم، بعد به ایران برگشتم. در اونجا بعد از انقلاب روی این مسئله اینکه دیپلمات‌های ایرانی همسر خارجی نباید داشته باشن اصرار و قاطعیت پیدا شد. بنابراین من صرف نظر از مسائل سیاسی به این نتیجه رسیدم که عملا نمیتونستم به عنوان دیپلمات باقی بمونم، و به همین دلیل تصمیم گرفتم بین زندگی خصوصیم و حرفه‌ام یکی رو انتخاب کنم، و زندگی خصوصیم رو انتخاب کردم، برگشتم به سوئد و با همسرم اونجا. و بنابراین و قبل از اونم البته در دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم قبول شده بودم و تصمیم گرفتم ادامه بدم و به پایان رسید و بعدم در دانشگاه استخدام شدم. چندین ساله که رئیس دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم هستید، عضو چندین انجمن جهانی حقوق بین الملل و حقوق دریایی و عضو مشورتی کمیته های حقوقی و حقوق دریایی دانشگاه ها و مؤسسات حقوقی جهان هستید، و قاعدتا باید خیلی راضی باشید از این تصمیمی که گرفتید. حتما اینجوره. ضمن اینکه من البته علاقم شدیداً به ایران باقی مونده و همه مسائلش رو دنبال میکنم، ولی از نظر حرفه‌ای فکر میکنم تصمیم درستی. خیلی متشکرم آقای محمودی از شرکتتون در برنامه. ممنونم از شما. We'll be right back.